چه جدید بمبگذاری و انفجار خودروها در عراق ترس از بالا گرفتن خشونت های فرقی در این کشور را افزایش داده است. این خشونت ها پس از آن افزایش یافت که نیروهای دولتی عراق در ماه آوریل به یک اردوگاه معترضان سنی مذهب در شمال این کشور حمله کردند. این حمله به خشم جامعه سنی مذهب عراق دامن زد و بر ها در این کشور افزود. روز دوشنبه انفجار خودروهای بمبگذاری شده در محله های شیعه نشین بغداد دست کم 51 کشته بر جای گذاشت یکی دیگر از مرگبارترین بمبگذاری ها نیز در شهر کازمین رخ داد و انفجار بمب در نزدیکی یک ساختمان دولتی منجر به جان باختن هفت نفر شد حتی در اربیل مرکز کردستان عراق که از آرامش نسبی نیز برخوردار است انفجارهایی رخ داد اگرچه هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است اما گروه گروه القاعده فعال در عراق در بسیاری از خشونت اخیر مقصر شناخته شده است. این باور وجود دارد که گروه القاعده عراق در تلاش است با طرح این موضوع که اقلیت سنی مذهب این کشور تحت رهبری دولت شیعه عراق شهروند درجه دوم محسوب می شوند، میزان نارضایتی ها را افزایش دهد.